بیننده های عزیز، دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه عصر علیبا. اینجا در برنامه محترم جناب آقای محمد تقی پیمان، استاد دانشگاه با ما هستن و میخواییم در ارتباط به اهمیت برگزاری نمایشگاه ها صحبتی داشته باشیم. همانطوری که در جریان هستین، چند پیش نمایشگاه بسیار بزرگی در ولایت هرات برگزار شده بود که همچنان در این رابطه با جناب استاد صحبت میکنیم. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام بر شما و بینندگان بسیار خوبتون و همکارای محترم تکنیکیتون و تشکر از اینکه به این برنامه خوبتون دعوت کردید. بله بسیار تشکر. جناب استاد، این قسمی که ما در ابتدای برنامه اشاره کردم در ارتباط به نمایشگاهی که اخیراً در ولایت هرات برگزار شده بود و همچنان می‌خوایم در ارتباط به اهمیت اقتصادی برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی با شما صحبت داشته باشیم. قبل از اینکه بپردازیم در ارتباط به این نمایشگاه، می‌خوایم تعریفی از نمایشگاه داشته باشین و اینکه معمولا نمایشگاه ها به چی منظور برگزار میشه. بله بسیار خوب. ببینین، چنان که ما از ظاهر کلمه نمایشگاه اگر نگاه بکنیم بسیار گپ یا مفهوم ساده است. بله. نمایش گاه، یعنی نمایش جایی که ما چیزی به نمایش میگذاریم، گاه هم مکان است. یعنی یک اصطلاحا نمایشگاه به فرایندی یا به یک برنامه گفته میشه که در طی یک مکان مشخص و زمان مشخص اطلاعات و معرفی کالا در واقع به نمایش گذاشته میشه که در اونجا تمام محصولات صنعتی، فنی و نوآوری های علمی، تکنولوژی به نمایش گذاشته میشه تا هم کسانی که به نمایش میگذارن بتونن اونا را بهتر خدمات را بکنه و هم کسایی که در صدد دانایی بیشتر هستن میتونن که در نمایشگاه به اطلاعات دست پیدا بکنن. بله. برگزاری نمایشگاه چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر روی رونق کاروبار و رونق بالاخره بخشای اقتصادی شرکت ها؟ چنان که شما در جریان هستین، اخیرا ما شاهد برگزاری یک نمایشگاه نسبتا خوبی در هرات بودیم تحت عنوان نمایشگاه افغان لاجورد. بله. که تاثیرات از این ما در رشد اقتصادی و در رشد کسب و کارهای کوچک نمیتونیم نادیده بگیریم، به دلیل از اینکه در نمایشگاهی که بیش از 100 نهاد یا شرکت اشتراک میکنه و چندین صد یا حداقل هزار نفر می از این بازدید میکنه، طبعا پیامدها و تاثیرات خود داره. معمولا نمایشگاه ها به خاطر حمایت از تولیدات داخلی و به خاطر معرفی محصولات و صنایع جدید برگزار میشه که ما چند نمونه از اهمیتش با شما شریک میسازم. اولا دولت وقتی که میایه از یک نمایشگاه حمایت میکنه، یا وزارت صنعت و تجارت یا اتاق صنایع و معادن در هر ولایتی که هست، منظور این است که اونا میخواین به یک نحوی تشویق بکنن تولیدات داخلی ره و تا بتونه که اونا به می کار و بارشون و به کسب و کارشون رونق ببخشن. از این لحاظ خواهی اهمیت است. در شرایط فعلی که ما پس از یک مرحله نسبتا گذار داریم سپری میکنیم، یک وضعیتی که تعداد از مردم ممکنه در یک بلا تکلیفی و ناامیدی به سر ببرند و در یک آینده مبهمه که اقتصادشان چگونه میشه، کسب و کارشان چگونه میشه، در چنین وضعیتی برگزاری یک نمایشگاه خیلی امیدوار کننده است. شما حتما سر زدین از نمایشگاه، ما شاهد حضور فعال گروه های مختلف بودیم. بله. از طبقه زنان، مردان، از کسب و کاران، از بخش های مختلف، از بخش های نهاد های علمی و اکادمیک، بخش های تولیدات صنایع داخلی، صنایع دستی و امثال اینها، یک امیدواری نسبت به آینده خلق میکنه که گویا اگر ما با این گونه نمایشگاه ها ادامه بدیم، زمینه کسب و کار اونا را هم فراهم ساختیم و یک امیدی برای کسایی که علاقه به سرمایه گذاری دارن، علاقه به ایجاد کارآفرینی دارن، برای اونا خلق میشه. از این لحاظ حائز اهمیت است و بسیار مهم. نکته دیگری که در این نمایشگاه ها ممکن است قابل بحث باشه اینه که نمایشگاه زمینه ساز اشتغال و فرصت های شغلی میشه. بله. چه نمایشگاه های داخلی باشه چه بین المللی، ضمن اینکه ما فرصت های جدید شغلی آشنا میشیم. مثلا اگر نمایشگاهی نباشه ممکنه ما با 3-4 نهاد بیشتر آشنایی نداشته باشیم، ولی وقتی میریم در یک نمایشگاه اشتراک میکنیم با چندین نهاد مرتبط ما آشنایی پیدا میکنیم، طبعا ما به تعداد زیادی از فرصت های شغلی رو شناسایی کردیم. مثلا وقتی ما در حوزه کاری خودم میرم میبینم که نمایشگاه زیادی برگزار میشه، پس من
در واقع اگر دنبال مشتری باشم هم مشتری بیشتر پیدا میکنم، اگر دنبال مؤسساتی باشم که در راستای کاری ما کار میکنم بازم ما اطلاعاتم بیشتر است. از این لحاظ معمولا توصیه میشه کسایی که دنبال فرصتهای کارآفرینی هستند، دنبال فرصتهای شغلی هستند، به نمایشگاه ها مراجعه بکنند، چون در اونجا خیلی زمینه برای کار، برای ایده های جدید، برای طرحهای جدید فراهم است. تعداد از کسایی که معمولا در نمایشگاه اشتراک میکنن معمولا هدفشان ایست که ایده جدید پیدا کنن که چی موضوعات فعلا بازار کار داره و یا اینکه معمولا شرکت ها فعلا چی تولید میکنن و ما چی کم داریم که تولید نمیکنن. از اینجا ما ایده میگیریم برای کسب و کار، برای رونق اقتصادی. و اهمیت دیگر نمایشگاه در ایست که ما وقتی در اون نمایشگاه اشتراک میکنیم به عنوان یک صاحب یک محصول، ما نقاط قوت و ضعف خود میفهمیم. بله. میفهمیم که ما چقدر در مقایسه با رقبای دیگر پیشی گرفتیم و چقدر ما عقب ماندیم. اینجاست که ما گام برای بهبود، برای اصلاح خود برمیداریم. از این لحاظ هم حائز اهمیت است. و دیگر این که سبب توسعه تجارت و صادرات میشه. ما اگر بتونیم در نمایشگاه های بین المللی اشتراک کنیم و محصولات خوده که محصولات کم هم نداریم، از میوه های تر و خشک گرفته تا تمام تا صنعت قالین تا محصولات صنایع دستی که ما داریم، اگر اینا در نمایشگاه های بین المللی به نمایش گذاشته شود، طبعا خریدار زیاد پیدا میکنه و شاید این سبب شود که تعداد زیاد از سرمایه گذارهای بیرونی راجع به این موضوعات فکر بکنن و حمایت کنن و یا سرمایه گذاری کنن، که متاسفانه در یار سخت کم کار شده. این نمایشگاهی که برگزار شده گام خوبی بود و میتونه که امیدواری را نسبت به رونق اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی بیشتر بسازه. بله. جناب استاد، چه اهمیتی برای اشخاصی که میاین از این نمایشگاه، از این محصولات و از این خدمات دیدن میکنن و در کل من حیث بازدید کننده اشتراک میکنن، چه اهمیتی برای این اشخاص میتونه داشته باشه؟ بله، اهمیت بسیار زیاد داره، به خاطر اینکه ما با حضور در نمایشگاه به موضوعات بسیار جدید پی میبریم. اولین اهمیتی که میشه به او اشاره کرد اینه که ما از طریق اشتراک در این چنین نمایشگاه‌های به یک شبکه ارتباطی ممکن وصل بشیم، به یک مکان، به یک آدرسی که شاید ما را بهتر حمایت کنه. مثلا اگر شما صاحب یک کسب و کار کوچک باشین و بعد شما در حضور در نمایشگاه هم رقبای خود میشناسین و هم شرکت ها و نهادهای کلانی که در این راستا کار میکنن که شاید بتونه شما را حمایت کنه و شاید هم نهادهای دیگری باشه که خریدار محصولتان باشه، از این لحاظ شما با همه یک ارتباط قائم میسازین. هر محصولی و هر شرکتی محصول که ارائه میکنه در قالب بروشور، در قالب روزنامه ها، در قالب تبلیغ و محصولات و روش های مختلف محصول خود با شما شریک میسازه. شما با وصل شدن به این نهادهای دیگر میتونید یک شبکه ارتباطی بسازین و در نهایت کسب کارتون رو رونق بدین. این یک ویژگی. ویژگی دیگر اینه که شما میتونین که در با ارائه محصولتان در نمایشگاه مشتریان جدید پیدا کنین، خریداران جدید پیدا کنین، بازار کار بهتر بفهمین. چنانکه ما در نمایشگاهی که اخیرا برگزار شد شاید حضور تعداد زیادی از مردم بودیم، اما اونگونه که فهمیده میشه هنوز نمایشگاه در کشور ما و شما به عنوان یک فرهنگ تبدیل نشده. بله. بسیاری ها هنوز آگاهی لازم را ندارن از نمایشگاه که اگر این تبدیل به یک فرهنگ شود و هر که بتونه در نمایشگاه برن و اطلاعات لازم را به دست بیارن، طبعا ایده های زیادی خلق میشه و ما شاهد کسب و کارهای بیشتری خواهیم بود. فرصت دیگری که برای بازدید کننده ها فراهم میشه اینه که اونا میتونن در واقع بازاریابی خیلی خوبی از این طریق انجام بدن. مارکتینگ، بازاریابی که شما برین در اونجا با هر نوع محصولی مواجه میشین، با هر نوع مشتری مواجه میشین، در واقع از این لحاظ میتونه خیلی مفید باشه. از جمله موضوع که بسیار مهم است و من زیاد تاکید میکنم، کسانی که به دنبال فرصت‌های شغلی هستن، یک از مکان‌های بسیار خوب و فرصت خیلی خوب میتونه نمایشگاه باشه. بله. چند سال قبل ما در پانتون هرات شاهد یک نمایشگاهی بودیم
که تمام شرکت ها و مؤسسات داخلی و بین المللی که خواهان در واقع نیروی کاری بودند نمایشگاه برگزار کرده بودند و اونها در واقع بستای خود از اون طریق به اعلان دادن، سایت های خود از اون طریق معرفی کردن، ساحه کاری خود از اون طریق مشخص ساختن و سیوی جمع میکردن و درخواست شغلی جمع میکرد از کسایی که علاقمند بودن و محصلانی که فارغ میشدن. در واقع ما با مراجعه کردن به نمایشگاه میتونیم بفهمیم که ما در کدام عرصه میتونیم مفید باشیم، در کدام عرصه ما میتونیم کار کنیم. از این لحاظ بازدید کردن نمایشگاه میتونه که دری برای فرصت شغلی و برای کسب و کار بیشتر برای ما باز بسازه. ما توصیه میکنم برای کسایی که به دنبال فرصت‌های کاری هست و میخواهی که به نحوی اشتغال را یا یک کار را راه اندازی بکنه، یک از بهترین گزینه ها برای خلق ایده جدید و ابتکارات جدید اشتراک در چنین نمایشگاه ها هست. و اهمیت دیگرش آگاه سازی هست. شما وقتی که میرین در اونجا اشتراک میکنین، در واقع برای بقیه خود معرفی میکنین، چی به عنوان صاحب محصول و چی به عنوان اشتراک کننده، شما در واقع معرفی میشین با بخشهای مختلف. فرض کنید اگر شما یک محصولی را در واقع تولید میکنین، ممکن است تعداد اندک از مردم خبر باشند، اما وقتی میاین نور در میدان رقابت و در یک نمایشگاه شریک میسازین، با توجه به تکنولوژی که امروز وجود داره، ابزارهای مدرنی که آمده، در واقع محصول خود جهانی میکنیم، محصول خود ملی میسازیم و به تعداد زیاد از کسایی که در واقع به او اشتراک میکنند به اون نمایشگاه، شما به اطلاعشان میرسانید. پس شما در واقع اطلاع رسانی میکنید از این طریق و فرصت خیلی خوبیه. کسایی که در واقع مسئله رو درک کردن و اشتراک کردن حتما ایده های جدیدی گرفتن و اونایی که به عنوان صاحب کسب و کار اشتراک کردن حتما به تعداد زیادی از مشتریان پیدا کردن و به تعداد زیادی از حامیان پیدا کردن که شاید در عرصه کسب و کار برشون خیلی مؤثر تماشا. بله دقیقا. جناب استاد، وضعیت نمایشگاه ها در حال حاضر در کشور ما چگونه هست؟ در مقایسه با سایر کشورها ما به کجای کار هستیم؟ شما میفهمین که نمایشگاه امروز یک از پایه‌های اساسی و یک از روش‌های بسیار مدرن برای بازاریابی، برای معرفی محصول تلقی میشه در کشورهای توسعه یافته. تقریبا ما سالانه به اساس آمارهای موجود 5000 نمایشگاه معمولا در سال برگزار میشه. بله. بعضی کشورها به خاطر نهادنسازی و فرهنگسازی نمایشگاه یک روزهای مشخصی را در تقویمشان درج میکنند تحت عنوان روز جهانی مثلا نمایشگاه، و در اون روز همگی به این اطلاع حاصل کردن و آگاه هستند که چنین روزی روز نمایشگاه است و در هر نقطه از کشور ممکنه این نمایشگاه برگزار شود. بله. این میتونه فرهنگ سازی شود که تمام کسانی که در به عنوان طبعه یا ملت و شهروند زندگی میکنند از این قضیه باخبرند و با درج کردن یک روز مشخص همگی اطلاع حاصل میکنن که در چنین روز ما باید به نمایشگاه اشتراک کنیم. بله. و این کار کردن متاسفانه در افغانستان این کار کمتر صورت گرفته، هرچند که تلاش های اخیرا ما میبینیم، اما باز هم نیاز بیشتر احساس میشه که نمایشگاه های برگزار شود، نه تنها که در داخل بلکه نمایشگاه های در سطح منطقه و در سطح جهان برگزار شود. ما قبلا نمایشگاه های در سطح کشورهای منطقه هم داشتیم. بله. که افغانستان در اون نمایشگاه ها بسیار از محصولات خود به نمایش گذاشت و بسیار از حامیان منطقه‌ای و بین المللی هم پیدا کرد که خریدار محصولات ما بودن، که اگر ما گام های محکم در این راستا برداریم بدون شک وضعیت ما از این حالتی که هست، از این اقتصاد ورشکسته و در واقع متزلزل، ما نجات پیدا خواهیم کرد و روزی خواهد رسید که ما از لحاظ اقتصادی به خودکفایی و توسعه اقتصادی خواهیم رسید. اما تا زمانی که ما به تولیدات داخلی من و به صنایع کوچک و بزرگ داخلی من اهمیت قائل نشویم و تا زمانی که ما تولید آگاهی در عرصه های مختلف نکنیم، بدون شک ما همچنان وابسته به کشورهای دیگه اکثر قدرتمند خواهیم بود. و سوال اساسی هم همینجاست جناب استاد، که چه اندازه به عنوان یک فرهنگ را افتاده برگزاری چنین نمایشگاه های اشتراک در چنین نمایشگاه های بازدید از نمایشگاه ها، و
و در کل آیا مردم شناخت و آگاهی پیدا کردن در قبال این موضوع یا خیر؟ متاسفانه آگاهی به صورت مستمر و دوامدار خیلی وجود نداشته. بله. یعنی ما پیش از یک نمایشگاه برگزار شد ممکنه با چند تا بنر و مسائل اینچنین اکتفا شود که این ممکنه خیلی کفایت نکنه. بله. ولی باید در تمام بخش ها، مثلا در مکتب، در پانتون، در نهادهای مختلف نمایشگاه ها سالانه برگزار شود، از طریق کتابخانه ها، مراکز فروش کتب و امثال اینها و محصولاتی که تولید میشن، در بخش های مختلف، در مناسبت های مختلف اگر نمایشگاه برگزار شود ممکنه تبدیل به یک فرهنگ شود. بله. و تشویق میشن کسانی که علاقمند به ادامه کار هستند در بخش های مختلف ممکنه که این مؤثریت بیشتر داشته باشه. اما تا فعلا متاسفانه اون گونه که شایسته است، اون گونه که دیگر کشورها سرمایه گذاری کردن در عرصه در واقع نمایشگاه ها، ما به او اندازه کار نکردیم. معمولا راه اندازی یک نمایشگاه نیاز به حمایت قاطع و جدی دولت و مسئولین مختلف که مربوط میشه در حوزه، چون نمایشگاه از خود مکان خاص به کار داره، مستلزم هزینه زیاد هست، نیاز به فرهنگ سازی داره، نیاز به تبلیغ داره، نیاز به در واقع هماهنگی داره که این امورات اگر به کندی پیش بره طبعا علاقمندی زیادی ممکن است سوی در واقع برگزار کننده آن پیدا نشه. اما اگر یک حمایت قاطع جانب دولت باشه و نهادهای مرتبط هم در این راستا آمادگی نشان بده، بدون شک خیلی ها هستن که چیزی برای پرزنت کردن، برای نمایش دادن دارن. ما یک از مشکلاتی که فعلا در کشور ما متاسفانه وجود داره اینه که کار صورت میگیره اما نمایش اونگونه که باید نمایش داده شه نمایش داده نمیشه. به مخاطر است که ما هرچی کار میکنیم محصول نتیجه شه نمیبینیم. این کار از طریق راه اندازی نمایشگاه ها ممکنه حل شود و برطرف شود. ما شاهد دستاوردهای زیادی باشیم. همین فعلا هم در گوشه و کنار کشور ما و شما ما شاهد ظهور و بروز استعدادهای خوبی هستیم. بله. هر روز ما شاهد یک نوآوری، یک خلاقیت هستیم. اگر ما بتونیم اینها را سازماندهی بکنیم، از طریق یک نمایشگاه به نمایش بگذاریم، هم اطلاع رسانی کردیم و هم یک تشویق است برای کسایی که ابتکار به خرج دادن، زحمت کشیدن، نوآوری کردن و هم بر رشد و رونق اقتصادی کشورمان در واقع سهم گرفتیم. دقیقاً. بسیار تشکر از حضور شما جناب استاد، از اینکه مهمان برنامه عصر ریوا بودین. موضوعات خیلی مهمی شروع شد. ان شاءالله که موفق و پیروز باشید. تشکر. و تشکری میکنم از همه شما عزیزانی که تا به این لحظه بیننده یه برنامه عصر ریوا هستین. ادامه برنامه بعد از یک میان برنامه بیننده باشین.